mon amour. The Husharan Olam Har ke ro didam ghami dore dil خدایا، خداوندا، همه مردم به من میگن علی بی غم، ولی تو که اون بالا نشستی بهتر از همه میدونی که چقدر غم و غصه تو این دل من هست، چقدر فکر و خیال تو این مخ من تلمبار شده. خدایا، تو خودت میدونی من توبه کردم که دیگه دنبال پول مفت پیدا کردن نرم. حاضرم عملگی، آبوز کشی، حتی حمالی بکنم، اما توبمو نشکنم. خدایا، قسمت میدم به حق مقربین درگاهت، درد همه دردمندون رو دوا کن، حاجت همه حاجتمندون رو روا کن، از تصدق سر اونا قربون اون قد و بالات. بارالها نوکرتم، این ننه پیر منم، خودت واسه ما نگرش دار، کمکم کن یه کاری پیدا کنم تا بتونم پول دوا و غذای این دختر بچه ای رو که خودت سر رام گذاشتی روبرا کنم. آمین یا رب العالمین یا بابا الهوائج. الهی صد هزار مطلب شد. علی چیه ننه؟ ننه مردم راست میگن علی بی غم، آخه با نشستن و دعا خوندم که کار درست نمیشه. بلند شو بیا ناشتایی تو بخور، برو سر ایستگاه، شاید یکی دو را کمکی بری و بتونی سورساتو روبرا کنی. اومدم با اومدم. یا علی ادرکنی. اومدم. بریز بینم ننه. الان چایی دم میکشه میریزم. مرضیه بیدار شده؟ آره تو اتاقه. تا چایی حاضر بشه من یه سری به مرضیه بزنم و قرقی بیام. خیلی خب اونم بیارش چایی بخوره. ای خدای بزرگ، خودت علی آقا رو عوضش بده، خودت کاروبارش رو درست کن. مرضیه سلام علی آقا. سلام، حالت خوبه؟ الحمدلله، بد نیستم. مرضیه با کی حرف میزدی؟ با خدا. با خدا؟ آره، آخه من به جز خدا کسی رو ندارم که باهاش حرف بزنم. ناراحت نباش کوچولو، قصه نخور، کسی به کسون خدا. پنجش با دخلش میزونه ماره والا. 20 راننده استخدام می شود با در دست داشتن گواهی نامه به خیابان لعل شماره 137 مراجعه نمایید. راهی به امید تو خیابان لعل شماره 167. واه انگار نوم حلوا خیر میکنم. اینا کی روزنامه خوندن؟ نه خیر دیگه به من میرسه. بی خود این همه رو یا صاحب صاحب ما رفتیم بابا دیر نیست. حالا کی نوبتی ما میشه هیچ معلوم نیست. ببینم عشقی میگم که تو پایه چندی؟ پایه چندی چیه؟ پرسیدم گواهی نامت پایه چنده؟ گواهی نامه؟ من که گواهی نامه ندادم. ما این کار کنیم. خب اینجا گواهی نامه میخوان دیگه. ببینم مگه آشپزی هم گواهی نامه میخوان؟ تو آشپزی؟ آره. اینجا که آشپز نمیخوان. بعد چی میخوان؟ 20 راننده میخوان این همه اومدن. آخه مرد حسابی تو اینکه 20 راننده میخوان یه دونه آشپز نمیخوان. حتما میخوان. بریم کمکه بریم بگیم آره بیا باکه آدم های بیکار بریم کنار بباد تا اینجوری در نمیاد همشیره بی پایین تا من درش بیارم. یه زن افتاده تو چوک باستادین هر بلندش کن بلندش میکنم اما برقره گیرگیری بگی بلند کن الان میذارمش وسط خیابون تو بگاز کارت نباشی بچه هیچ کس کن محکم گیرم بلندش کن ببینم یه خونه دیگه هر کاری یه رایی داره آبجی باید از این یخت نمک برون. آره بابا خواستیم که استخدامم کردیم. برید دوباره کارتون. نفهمیدم. ببینم تو به کی داری عود میدی؟ رئیسی واسه خودت رئیسی. به من میگن جعفر جنی. خودم بچه باغ فردوسم، شغلم هم آشپزیه. اگه یه دفعه دیگه صدات بلند چی کار میکنی؟ هیچی بابا. برو بیرون. چه خبره احمد؟ آره خیلی هم بی معرفته. آقایون کی باشه؟ زرزرش حالا دیگه ما را نمیشناسه. آقایون کار میکنن گردن کلفتی هم میکنن. داری میگی؟ گفتی گردن کلفتی؟ لا لعنت خدا بر دل سیاه شیطون. چی رو یادم ملت؟ اتفاقا من از آدمای مغرور و گردن کلوف خوشم. ای قربونه دهنت بیا چت کنم. رو حالا خاطر داد بزنه. این دو نفر اومدن اینجا. فقط بلد شده داد بزنه. این دو نفر اومدن اینجا. زبون خوش ما رو تو سوراخ در میاره. این دو نفر اومدن. اصلا نمیدونم این میز و صندلی ریاضت چه خاصیتی داره که هر کی پشت اون میشینه عوضی میشه. بس میکنی یا نه؟ خیلی خوب. چرا داد میزنی؟ این دو نفر اومدن مثل اینکه با آدم دعوا داره. بگونی وای که دیوونه شدم. میذاری حرفمو بزنم یا نه؟ هر چی دلت بخواه بگو. برای خانم این دونه فرمان این دونه فرمان مردشور این لقمه نونو ببره که آدم باید به خاطر اون از هر کس نامردی حرف بشنوه. این دو نفر اومدن اینجا آدم از بیکاری بمیره ها، بهتره که زیر بار منت بعضیا بره. بابا بذار حرفمو بزنم، بذار بگم آخه، بذار ببینم چی میخواد بگه. خیلی خوب، واس خاطر شما چیزی بهش نمیدی. بله خانم این دو نفر بلا یه کاری میکردم باهاش که دیگه نتونه روی این صندلی بیشینه. جناب آقای جعفر خان جنی. بله آقای جنی، اجازه بفرمایید حرفمو بزنم. حالا شدیم بله نسبت آدم حسابی، هرچی دلت میخواه بخو. دیگه وسط حرف منم حرف نزن. چشم. دیگه چشمم نمیخواد بگی. اونم چشم. برای خودمون این دو نفر اگه از اول با من اینطور حرف میزدی ما که کاری به کارت نداشتیم. بابا بذار حرفمو بزنم. اصلا حرفم نزن. نه این دو نفر اومدن اینجا که خانم جعفر بذار ببینم چه گلی میخواد بخوره آخه. چشم آقا دوکرتم، به خاطر تو دیگه کارش ندارم. بنال ببینم چی میگی. این دو نفر اومدن از من کار میخواد. خب بهشون کار بده. ما 20 تا راننده میخواستیم که استخدامم کردیم، بیشترم احتیاج نداریم. گفتم استخدامشون کن. فراموش نکنین که من مدیر این مؤسسه هستم و من باید در این مورد تصمیم بگیرم. بازم چیزی بهش نگم؟ ولش کن، میخواد تصمیم میگیره، بگی تو در نرفته. این مؤسسه مال پدر منه و من دستور میدم که استخدامشون کنی. اگرم محل خالی نداری این آقا فعلا میتونه راننده مخصوص خود من بشه. من راننده شما و اون آقا من که رانندگی بلد نیستم. پس چیکاره؟ من چیزم آشم. آشپزه. اینطور که خودش میگه تو کارش خیلی خبره. بله آشپزه. بله بسیار خوب، یک خارجی بفرستم. بله این آقا رو ببر اتومبیل منو تحویلش بده و اون آقا رو هم ببر تو آشپزخونه. اطاعت. برو دیگه. آره ما رفتیم تو آشپزخونه. الان میرم یه آشی وسط میپزم که یه وجب روش روغن باشه. این اتومبیل گوهر خانومه. آره میشناسم، اچاله درش آوردم، خودم افتادم تو چاه. نه با ما نیستیم. این کلیدو بهش بده، بگو واسه ما خوب نیست شوفری زن باشین. خداحافظ شما. صبر کن، با تو کاری ندارم، میتونی بری. نمیخوای اینجا کار کنی؟ راستش نه خانم، واسه ما خوب نیست که شوفر شما باشین. اگه در مورد کم و زیاد بودن حقوق نگرانی، من ترتیبی میدم که رفع نگرانیت بشه. نه آبجی، موضوع پول و این حرفا نیست. پس چیه؟ راستش پیش سر و همسر آدم کنف میشه. میگن علی بر یه عمر گردن کلفتی، کارش به جایی رسیده که رفته زیر علمه یه زن. نه داشتم ما نیستیم. ولی من در یه وضعی هستم که به کمک شما احتیاج دارم. اگه ممکنه بهم کمک کنین ازتون خواهش میکنم، کمک کنین و یه مدتی پیش من بمونین. به حرف هیچ کسم کاری نداشته باشین. آقا چجوری میشه آدم یه گوشش در باشه یه گوشش دروازه و هرچی خلق الله عوضی میگن نشنفته بگیره؟ کسی چیزی نمیگه. اینو شما داری میگی، اما در دروازه رو میشه بست. چرا که دهن مردمو نمیشه بست، اونم دهن بعضی از بچه ملای نامرد منو که هیچ چفت و بستی بهش نمیخوره. نه با ما مادیونمو از کرگی دوم نداشت، از گشنگی اگه بمیریم بهتره که گزک دست اینو اون بدیم. ما رفتیم. خداحافظ. احمدو که دیدی؟ احمد همون یارو عوضیه که پشت میز نشسته بود و قدقد میکرد. آره خب اون برای من و زندگی من نقشه ها داره. مرتبا کوشش میکنه با استفاده از قدرت عمش که مادر من باشه یا حرص و طمع پدرم وضعی پیش بیاره که من باهاش عروسی کنم. تازه اگه تو همینجا راضی بود شاید میشد تحمل کرد، ولی اون نقشه داره ضمن عروسی کردن با من به ثروت پدرم دست پیدا کنه. در غیر این صورت اسباب دردسر ما میشه. خب زیرابشو بزن. چی؟ منظورم این که یه جوری کندشو بکش. مادرم ازش حمایت میکنه. اینش دیگه به ما مربوط نی. قدیم و ندیم گفتن سری که درد نمیکنه نواس چادر شب بست. ما رفتیم دنبال زندگی خودمون، تو هم با همه پولات فکر بدبختی خودت باش. علاقا وای که بینم چه؟ علاقا این خانوم به تو پناه آورده، دور از مردونگی جواب رد بهش بدی. لا اله الا الله. ببخشین آبجی، ببین چه پدرم تو این زنها رو نمیشناسی، خصوصا یکی که اصلا افیس و افادش دلم به هم میخوره. یادت تو خیامو از جوغ درش آوردیم، پاشو گذاشت رو گاز رفت تو محل سگم به ما نذاشت. بله با همه این احوال گذشت با بزرگ. فعلا یکی دو ماه اینجا میمونیم تا ببینیم چی میشه. اگه واسه پول و پلت من بهش میگم چربش کن. من اهل این حرفام؟ من اصلا اهل این حرفا نیستم. تو چجوری ما رو شناختی؟ 1 میلیونش فدای یه تار موی دوست، حالا که اینجوری اصلا موندگار میشی. شما تشریف ببرید من راضیش میکنم. بفرمایید. صحبت هایی میکنی جون شما، حالا خوشت اومد اما راضی شدی؟ قربونه اون دهنت، بیا ماچت. یواش باش کن. حالا دیگه من باید برم، میرم تو آشپزخونه یه آشی برای این یارو عوضیه بپزم که یه وجب روش رو غم باشه. چلا چلا آشپز باشی، نمیخوام بیا پیشت آشپز باشی. قل قل آشو بنگر، ناشی ناشو بنگر، این چشم سیاشو بنگر، ناشی ناشو بنگر. یالا کاره یه وقت نامرهم بود. چه میدونی؟ نه نه نه. سلام علی آقا، داری نماز میخونه الان میاد. سلام به رومات بی پایین بینم دخمه. نه یا سیافر را ببینم دو و مواد خورده. آره امروز حالم خیلی خوبه. باری کلا مرزی جون ببین چیچی ها وسط خریدم کیف کن. خوشت میاد؟ خیلی قشنگی علی آقا. خدا خیلی قشنگ کردی. اینو بهش میگن عروسک چشم زن. شبا چششو میبنده روزا چششو وا میکنه. علی ببین اومد. بودو برو پیش بیبی نشونش بده. ببین علیاقو بسم چیه برده، ببین چقدر قشنگه. به هم مبارکت باشه، خیلی قشنگه، خرابش نکنه. سلام علیکم. سلام مادر، چطوری؟ ای بد نیستم الحمدلله. قرونه بینم دو دستی. خدا نکنه که با پسرم توجرتم. بعد پسر چرا من قدقانه؟ نه تفلی دختره خیلی خوشحال شده. ببینم عروسکو چند خرید؟ باشه یه دونه 98 تومن. آخه مادر با این وضعیتمون نباید این کارو میکردی. چرا ننه؟ آخه دیروز و دیشب میرزا علی دو دفعه اومده بود عقب کرایه اتاقش. امروز هم کلثوم زنش اومد. نمیدونی چه قرش مال بازی سرم در آورد. مادر پیش در و همسایه از خجالت آب شدن. هیچ عیبی نداره ننه جون، خدا بزرگه. پول بهت میدم میدی بهش. خب ننه نهار پارتی داریم. ما برای خودمون یه خورده اشکنه درست کنیم. اشکنه؟ میخوای واسه تو برم زیر بازارچه نون و کباب بگیرم؟ میخوای واسه نیمرو درست کنم؟ نه نه. مرغ کاکلیمون 3-4 روز تخم میکنه. نه اشکنه رو دور هم میخوریم و خدا رو شکر میکنیم. خدا حفظ کنه. اوه دیگرم خنک شد. الهی شکره. 100,000 مرتبه شکره. ببین ننه مشکل هزار مشکل تو با این سند و سالت میشینی یه پاکل کلی تو یه نفس میخوری. میدونی اما هستن تو این دنیا آدمایی که فرش زیر پاشون از طلا و جواهره، اون وقت آرزوی همین یه لقمه نون اشکنایی ما رو دارن. آقای دکتر بگی یه خورده به من نون بدن، از گرسنگی دارم میمیرم. نه خانم ابداً، شما نباید لب به غذا بزنید. برای سلامتیتون خوب نیست. فعلا فقط دواهاتونو بخورید. یه سوزنم براتون می‌نویسم که جلوی گرسنگی رو میگیره. راست میگه مادر. آره عزیزم. آی دکتر حالش چطوره؟ به نسبت گذشته بهترش، ولی خیلی مراقبت کنید. اگه غذا به لبش برسه کارش تمومه. فقط دستور بدین این نسخه رو بپیچن و این آمپولی هم که نوشتم به هر ترتیبی شده پیدا کنم. بفرمایید. جعفر مادم آقا کجا میدونی؟ بله آقا. کجایی؟ همینجا. چرا هرچی صدات میکنم جواب نمیدی؟ تو آشپزخونه با دنجون باز میکنم. علی کجاست؟ تو باقی. این نسخه رو بده علی، بگو فوراً بپیچه. بده علی بپیچه؟ بله بده علی بپیچه، معطل نکن. اینا خدمتون باشه تو من بدم علی بپیچه. اینا چیه؟ مشتری آقا. مشتری آقا پوشو مشتری آقا. خب بگم علی بپیچه، اینم که خوابیده. حالا من چیکار کنم؟ یه کاریش میکنیم. آقا دادی نسخه رو ببینه؟ نه دادم. چرا؟ آخه علی خوابیده بود. خب میخواستی بیدارش کنی. دلم نایمه به جون شما. یه خورنوسه میکشی کم که چی؟ که فکر میکنم خواب یه کافه سازن ضربی رو میدی. کافه سازن ضربی؟ آره به نظرم رقاصشم سامیه بود. سامیه خیلی خوب میرقصه، خوشگلم هست. چی گفتی؟ نفهمیدم. یه دفعه دیگه بگو ببینم چی گفتی؟ هیچی عزیزم، هیچی. باهاش شوخی میکردم. آره مادر، ناراحت نشین، شوخی میکردم. ببینم پسر، نسخه رو چی کارش کردی؟ خودم پیچیدم آوردمش. به این سودی؟ آره اینکه کاری ندار. به این سرعت چجوری پیچیدیش؟ اینجوری. ای احمق! آقا به خودش بگین، احمد آقا با شماست. با من؟ بله، مگه ندیدی قایم داد زد احمد؟ برو بیرون. خیلی خوب. بازم وایسادی منو نگاه میکنی؟ برو بیرون. دارم میرم. خب برو. خیلی خوبه. پس چرا نمیری؟ الان میرم، دیگه کاری نداری؟ نه خیر، خواهش میکنم بفرمایید بیرون. میگم که کی میگی؟ اگه چیزی دیگه هم دارین که باید پیچیده بشه بدین من بپیچم. من خوب میپیچم. نه خیر نداریم، بفرمایید بیرون. خیلی خلاصه یه وقت واسه این کارای جزوی علی رو اخواب بیدار نکنین. نه خیر نمی کنم، بفرمایید بیرون. خیلی خوب. اگه از این برو بیرون. افراد کردی. دارم از دست این پسر دیوونه میشم. مردم عزیزم، عصبانی نشو، جعفر پسر خوبیه. آی قربونو دهنت، بیا ما چک کنم. ای بی ادب، فضولی نکن، وایسا سر جات. ببخشی خب ازی گرفتم، عصبانی نشی. حالا من شما رو ماچ میکنم، شما از طرف من عمه خانومتون رو ماچ کنین. بسته دیگه، ولم کن. قربونی شما مچک. آی چی میخندین؟ بیچاره سیاه کرد. اونا همیشه منو سیاه میکنن، ولی میدونم چی کارشون کنم. یک بلای سرشون بیارم که مرغای آسمون به حالشون کرکه کنم. یه کاری کن بیرونشون کنم. فعلا امکان نداره، گوهر ازشون حمایت میکنه. میگم که ممکنه علی قاپ دختره رو دزدیده. منم همینطور فکر میکنم. ولی گوهر خانم با اون همه غرور چطور ممکنه یه لات آسمون جلو به شما ترجیح بده؟ اینو دیگه باید از خودش پرسید. در هر حال من آروم نمیشینم. گوش کنید بچه‌ها، باید دست به کار بشین. تو یه فرصت مناسب گیرشون بیارین و حسابی تربیتشون کنین. بشه مگه مرض داری؟ آره، این آقایونم دارن. آره خیلی هم داری. آقایونم دارن. چطوری کاکا بکنی؟ با من کاری داری؟ آره میخوام یه خورده ماشتمالت بده. مگه اینجا همون قبلت که میخوام ماشتمالت بده؟ چجوری ماشتمالت خدایا خودت میدونی که من دعوا مرافر توبه کردم. ولی خلوصی که بعد وقتا عراض دونده به چون میکنم یکی که آمدم خوب اومدی نگی جنوی نکن بعد کشته بودنت. فرار کردم. فرار کردین؟ بی ارسه ها، 4 نفری نتونستین از پسشون بر بیاین. اونا ما رو زدن، شما ما رو میزنید. آخه مرد منو ببین به امید کیا نشستم. در هر حال این بی لیاقتی آخرتون باشه. خوب گوشاتون رو وا کنین ببینین چی بهتون میگم. من تصمیم دارم در اولین فرصت با مرتضی خان پدر گوهر حرف بزنم و ضمن خواستگاری گوهر کرک اون 2 نفر رو بکنم. اگه موفق شدم که چه بهتر، در غیر این صورت از راه دیگه وارد بشم. و اگه این دفعه بی ارزگی کنین حساب همه تونه میرسم. فعلا با هاتون کاری ندارم، میتونین بریم. Zdravý jste, Váčo. علی، علی، چرا جواب نمیدی؟ با تو هم علی. پاشو بیا اینجا ببینم. بله بله خانوم. چرا هر چی صداش میکنم جواب نمیده؟ آخه خانوم جو دوغ فروشم وقتی میخواد بگه دوغ میگه دوغ عرب، یه چیزی قاطیش کن. علی خالخالی که نمیشه. بسیار خوب فهمیدم. بله علی آقا، علی آقا، حضرت آقای علی آقا، لطفاً تشریف بیارین اینجا. حالا این یه چیزی شد. چرا هرچی صدات میزنم جواب نمیدی؟ این بی احترامیه. بی احترامی؟ آره، تو مجبوری به من احترام بذاری. جعفر بهش بگو احترام چطور شد. میدونی خانم جو احترام شوور کرد. احترام کی؟ والا یه وقتی تو کافه جمشید گارسون بود، یه لگه آب توبه ریخت سرش و رفت آستوستن خرات نشست. الانم 3-4 تا بچه قد و نیم قد داره. مسخره ها. علی با تو بود؟ ما رو با احمد عوضی گرفته. بفرمایید سوار شین. دره شکستی، خیال میکنه دره تاکسیه. بی حساب به ما رو خوش هم رحم نمیکنه. نمیفهمه ولی تو هم نمیفهمی. تفنگ آوردی؟ آره با تو صندوق عقبه. با کجا باز برم؟ خیلیم حرکت کن تا بهت بگم. والا پا حرکت کن. چیزی نمیگه بزنم. بالاخره کجا باز برم؟ وقتی پشت فرمون میشینی کلات از سرت وردار. کلامو وردارم؟ عجب دنیاییه. یکی کلا سر آدم میذاره، یکی کلا آدمو ور میداره. نه داش ما کلامونو ور نمیداریم. بالاخره کدوم طرف برم؟ برو طرف جاده مازندرون. میخوام برم شکار. واه بیابون میخوام بری شکار؟ همچی میگن. زاپاسم پنچره. خب اقلا میگفتی میدادم پنچرشو میگرفتم. آه اشکالی نداره برو. چی رو اشکالی نداره؟ اینجوری که آدم بیابون نمیره. بفرمایین چجوری میره؟ لاقل قوتی غذایی وسیله امر خودش میبره. من رژیم دارم، به غذام احتیاج ندارم. تو رژیم داری، به ما چه مرتی که باید گشنه بمونی؟ کی گفت تو گشنه بمون؟ خب برو برای خودت یه چیزی بخر. خیلی خوب. یه تکبه باز بریم دم خونه ما. به ننم بگم دارم میرم بیابون. ممکنه امشب دیر کنم پیرزن دل واپس بشه. خونتون کجاست؟ مولوی پشت باغ فردوس. بسیار خوب بفرمایید، ولی یه کمی با عجله. چرا معطلی؟ برو دیگه. خیلی خوب با این دیگه کیه؟ شیشه رو بکش بالا بچه، به توف نکن. نمیخوام. داره واکو اومدم. یالا نه چرا در کلون کردی؟ آخه هاجر خانم لب حوض داره سرطانشون میشوره. آخه تو خونه مستاجری هم کسی لب حوض سرطان میشوره. من چی کار کنم مادر؟ خب بگذاریم القصه. ما داریم میریم بیابون. ننه این دیگه کیه؟ اونیه که ما پیشش کار میکنیم دیگه. چی گنده دماغ، یه وقت با اون ریخت و قیافش از اتول پایین نیاد پیش در همسایه آبروی من میره ها. نه نمیاد، او انقدر فیس و افاده داره که خیال میکنه از دماغ فیل افتاده. آره. مردشور. نه خورک بارکی چی داری؟ یه خورده کوفته شامی داریم میخوایی واسه. حالا اشتها ندارم، اما اگه 3-4 تا اون مشتیاش بذاری لاینون ور میدارم میرم بیرابون با خودم. برو ببینم چیکار میکنی. حواس ما رو باش. مامیمه آره. بیا اومد. یه خورده هم وسط هفته بیجار گذاشتم. ای قربونت برم ننه، تو همه ننه های دنیا ننه تری نوکرتم به خدا. خواهد تو عالم بذارم زمین تو کوچه بده. بعد اونه که نباشه ننه، من ارث باباشونه طلب کنم. تو که مال قاچاق نیستی. قربونت برم الهی فداتم. خوش اومدی. خداحافظ. یواشتر برو. نوکرتم چشم. شش ننه تو چشم. خداحافظ. دست علی به همراه. به طرف چپ برو. اون که جاده خاکیه. اشکالی نداره برو. خدا نکرده پنچرخونی میمونیم ما. بمونیم. اگه میترسی میتونی پیاده شی. خودم رانندگی میکنم. چرا داد میزنی؟ ما که نگفتیم میترسی. اگه نمیترسیدی میرفتی، تونترم میرفتی. تا قرص بشی. چه ماروشم؟ چرا بلو شدی؟ پاشو شیر اومد شکار کن. زفری کله من آق شد. پاشو توفنگ منو بده. خیلی خوب. توفنگ تا من باید برم دسته. زود باش بجنب. نه ترس من دارمه. هنو که خبری نی. واه توفنگو. بلش کن بده من ببینم. بشنگم توش گذاشتم و بپا. خیلی خوب. غلط نکن. مثل که خودش شکار شد. اما نه انگار یه چیزی داره تو آب داره میلونه. برو طرفه، برو از اینجا. شد غلامی که آب جو آرد، آب جو آمد و غلام ببرد. برو دیگه، بپوش اتفاق تو چشه دره. قدیم و ندیم گفتن کار هر بوز نیست خرمن کوفتن. گاو نر میخواهد و مرد کهن. آخه نازک نارنجی خانم برو چه شکار کردن دست بده من. بیا مشکله. بیا نه دست کار کنم. بره من دست بده به من. باشو خجالت بره. خدا به حیوانات رحم کرد که شکار شدی و الا الان همشون تو مایتابه داشتن به تاس کباب نزدیک میشدن. ای خدا کاش یه آینه اینجا بود خودت میدیدی. بزنم جوونم ما رو با داریه عوضی گرفتی. همون 30 تا آویی که زدی و تا 70 پشت بسته دیگه. موها رو نزن شکارچی خانم. برو خودت خوش کن. خر بیا رو باقالی بار کن. چی شده؟ هیچی با گاومون زایید. بیا و سیاحت کن. پنچره؟ آره پنچره. داپاستم که تو این بیابونم که بنی نوع بشر خبری نیم. ای جالبه حالا چی کار کنیم؟ چمچاره؟ ای گفتم با ما بد نکن، بد قلقی نکن. یکی اون بالا هست که ما رو دوست داره. گوش نکردی که نکردی. بس دیگه. خیلی خوب. حالا بیا کتو ما رو بپوش سینه پهلو نکنی. بعدم زود برو دم اون رودخونه خودتو بشوری. کدوم رودخونه؟ اون رودخونه که پشت این تپه است دیگه. یالا به جان دزدیم و دفعه تاک قاطی کرده. توفنگو تو شکم شیره جا گشتی؟ نه همونجا افتادی. شکوفه کرده، عین او سوفیا لوره پتی شده رفته تو آب. خدا یا آخر عاقبت ما رو خیر کن. حالا خوبه کسی ورانی ولا دعوا مرافع و کلونتر کشیده شه. کسی اینجا نی؟ یا الله. الحمدلله اینجا هیچ تنابنده ای نی. برو اونجا رختا تا آفتاب پهن کن تا خوش بشه. بجم اینم خودتو ماره کردیم اینجوب. تبیه لازم نکشد. خوش شده جمعشو کن. منم برم از تو ماشین یه چیزی بیارم زهروار کنیم. شب موندنی شدیم. برو من دارم میرم تو. ای دلت خواست دنباله داییت بیا. تفنگم با خودم میبرم. بازم داری قدم میزنی؟ خیال میکنی اینجا خیابون لاله‌زاره؟ خب یک یه لقمه غذا بخور دیگه دختر. گفتم نمیخورم. آه نمیخوری نخور. من میخوام ببینم چطور تو بشر گشنت نمیشه. اگه از گشنگی بمیرم لب یه همچین غذایی نمیزنم. نفهمیدم. خیلی دلت بخواد دستپخت ننه ما رو بخوری. حیف نون. ارزونی خودت. باشه ارزونی خودم میخورم و کیفشو میکنم. قربون نرم برم با این دستپخت. جیگرشو برم. نون نها کن. دست ننم درد نکنه با این ترشی هفته بیجارش. جون حرض کردم. موسی رو ببین. باخ بابا یه لقمه بخور. تو چقدر نروی. والا بعد آدم اینقدر دهن خوش باشه. من به فلک به فرما زده بودم اومده اون سر میز ما. اوخ نظرم زدی جلوم گرفت. برم یه قطعه آب بخورم. خدا بگم چی کارت کنم. کورا طرفه. الهی سر زار کرور شکرت. قربونت برم با این بنده های رنگ و رنگت. ما که جلون نمیاد این غذا رو بخوریم. کوفتمون شد. اصلا نمیخوریمش. اینا باشه واسه صبحونه من. جای نون گوشت کوبیده میخورم. یه ترک عادت موجب مرض. چرا ترش کردی صحبه رو جمع کردم؟ خب اوه ولی کرده خودم مشورم. ای دلت خواست میتونی بخوابی. اینجا قریبگز نداره. خیالت جمع باشه ولی مواظب باش مرز و حدود خودت تجاوز نکنی. حالا بیا بخواب. نه خیر من نمیخوابم. اینجا خیلی کثیفه. چیکار کنم که کثیفه؟ میخوای بخواب میخوای نخواب. تو بیابون لنکفت کنه نعمت خدا. خیلی خدا ما که خسته این رفتیم به سوی خواب. برو که خفه نشی. چه اشتهایی. خیلی خوشمزه. من که به تو گفتم دست پخت ننم خیلی مشتیه. بی خود صبحتال ما رو دمق کردی. خواب نوش جونه. خب حالا من باید چیکار کنم؟ برو تو ماشین لالا کن. من تو ماشین بخوابم؟ بله چه بشه؟ من توی ماشین میترسم. پس تو اینجا بخواب، من میرم تو ماشین. من اصلا تنها میترسم. من از عقرب نمیترسم ولی از سوسک میترسم. تو رو خدا شکارچی شیردله بسه. جفتمون رو همین تخت میخوابیم، اما به شروط ها، به شرطی که از مرز خودت تجاوز نکنی ها. من؟ آره، آخه ننم منو دست دسته برده. تا کی باید اینجا بمونیم؟ والا امشبا که باید اینجا بمونیم، چون هیچ چاره‌ای نداریم. بعدش هم صبح که شد خدا بزرگه، بالاخره یه طوری میشه، یه ماشینی چیزی پیدا میشه ما رو ور میداره میبره شهر. سلام ماما. یه شب کجا بود؟ نمیدونه چه بلایی سرم اومد. آخرشم پلیس راه به دادمون رسید. حالا بریم تو اتاق تا من لباسم عوض کنم. اون وقت قضیه رو مفصل برات تعریف می‌کنم. شب منو پدرت تا صبح خواب بچشن. مادر خدا منو بکشه. خلاصه منور خانم جون، جعفر جونمو به لبم رسونده. گفتم که این تقصیر خودته. هیچ مردی نباید بفهمه که یه زنی از اون خوشش میاد. آخه میذاره تاخچه بالا. خود من تا حالا 1000 دفعه بیشتر عاشق شدم، ولی تو بمیری مگه گذاشتم طرف بفهمه؟ اما اون فهمیده، هنوزم دیر نشده. ببین فاتی جون، یه کلک خوب یادت میدم، اگه به اون عمل کنی طرف درست و حساب نوکره. میگی چیکار کنم؟ مجله کهنه تو خونه داریم؟ داریم. بیا. این کاراش کاری نداشته باش. همین کاری که بهت گفتم بکن، باقیش با من. خب من دیگه میرم. اوه چایی تو نخوردی؟ وللش. سلام. سلام منور خانوم، احوالت چطوری؟ بد نیستم، تو چطوری؟ من که دیگه جونم از دست این فاطیه بربریده به لبم رسید. چرا؟ چطور مگه؟ هیچی، واسه این که دختر خوده خانمه خیال میکنه از دماغ فیل افتاده. یه فانتهایی میکنه، یه فانتهایی میکنه که دیگه نگو نبو. ولی با همه این حرفا میدونم خاطر خامه. خاطر خاطر؟ آره. جعفر خیلی علکی خوشی. من علکی خوشم؟ آره، آخه فاطی آدمیه که کسی رو دوست داشته باشه. چی؟ اون اصلا معنی این حرفا رو نمیفهمه، خودش هم نمیدونه عاشق کی. معلومه عاشق منه. دلتو خوش کن ولی از من نشنفته بگیر. حقیقتش اینه که فاطی عاشق آرتیستای سینماست. از کجا بدونم که راست میگی؟ خب همین الان برو تو اتاقش، همه چیزو میفهمی. خیلی خوب، الان میرم. چیزی بهت گفتم آ. منفر خانوم روش میکن که الهو چه جگر بدنی دفتم هرا به صبح میرسم اینجا میرا برتایده. گرچه تو یار منی پس این کیه؟ یا لب بگو پس اون کیه؟ مورن بگو پس این کیه؟ آره وقتی که این پر میریزه همچی 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 داری داری همچی ننچی همچی ننچی همچی ننچی همچی من دلم شیدا میشه آینا بالا میشه، این لبون قلبی مثل غنچه وا میشه. این یکی دیگه منو کرده مجل، وای نبود دلخور میشه محسن کجل. این سه تا هستن شیرین به سه اصل، هر سه هستن با خودم بچه من. وقتی این آقا میخنده قش میرم، هر سال میرم همچون میشم، همچین میشم، هرچی میشم، هرچی میشم، هرچی میشم، هرچی میشم. وای میشم خالی به آت، میزنم ملق رو غالی. این حرفو فایده نداره، با همه چیز تو بوش کردی واسه من بگی، ولی من ورسون معامله میشم. نه خیر، من باید ترتیبم واسه روشن کنم الان. آهای بیا گل اومدم، هر اومدم، دلم برات کباب شده، یه ذره بوده آب شده. نه حروم بودا یه مچ بده که کار تموم بودا، ناز نکنه این بلده میز ماشالله. قربون اون قطعیت برم ایشالله، در زودتر برو وقت ندارم. گرچه تو یار منی پس این کیه؟ حرف نزن این تیکیه آن تیکیه. وای خدا جونم خودمم، رقیب جنبان همایون خیکیه. سلام، کاری داشتی؟ آره. خیلی بسیار خوب، برو تو سالن تا من بیا. مگه اینجا چه نبی داره؟ برو بیرون. اگه نرم اون وقت فریاد میزنم و همه رو خبر میکنم. خبر میکنی؟ کسی تو خونه نیست، فقط منم و تو. پس فطرت وقت گیر آوردی؟ هرچی دلت میخواد. دوست دارم، دوست دارم، میخوام سر به تنت نباشه. چه بخوای چه بخوای، فعلا اینجا من هستم و تو، و باید تکلیفمو با تو یکسره کنم. میفهمی چی میگم؟ مقاومتم هیچ فایده ای نداره. خفشو پس فطرت، لمس کن، کنش فطرت. ولی بنده خدا هم شنارتی نیچست و کار این وقت روز توی اتاق بنده خدا چی کار داری؟ از اینجا بیرون خودت برو بیرون. کافت کافت میکنه به حق خدا. برو کماله بلم کن این پدر خفت بکنم بگه گیز گفتو خفم گرد راستشو بگه خواهش میکنم برش کن راستشو برش کن. هفته این دختر زامنت شد بلا میکشتمت. به هم میرسیم، بارا کن شما وزق نصف شب. همیشه مزاحم منه. خب چرا ماجرا رو به بابات نمیگی؟ میترسم مادرم ناراحت بشه. آخه هر چی باشه اون پسر برادرشه. از تو هم خواهش میکنم در این مورد با کسی حرفی نزن. خیلی خب حرفی نمیزنیم، حرفی نمیزنیم تا ببینیم تاسش چی میشینه زمین. خیلی متشکرم. وظیفه ما بود. دیگه وجود علی و جعفر واقعا تو این خونه برای من غیر قابل تحمل شده. تا حالا هر کلکی زدم موفق نشدم زیرا بهشونو بزنم. به همین دلیل یه نقشه‌ای کشیدم که اگه عملی بشه دیگه کلاکشون کنده است. چه نقشه‌ای؟ بعدم براتون میگم. کیه؟ با مادر علی آقا کار دارم. اومدم. بله. یه خورده هندونه است. علی آقا از میدون فرستاده. بی زحمت بیارینش تو. چشم خانم. آخه. قربون قدمت ببر بذار تو ایوون. چشم خانم اون بالا؟ بله. بذار همینجا من خودم میبرم تو اتاق. میخوای ببرم تو اتاق؟ نه 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 خودم میبرم، بذارش همینجا باشه. آخ آبجی خیرم واتت یه خود آب خوردن بده بخوری. برم از پاشیر آب خنک برات بیارم. دست شما درد نکنه. خدا عوضت. نوش جونه. خب خداحافظ شما. خداحافظ. مگه علی این کارو نکرده؟ درسته. قربون اون دهنت بیا ما تو فضولی نکن. بله خب. حالا خود علی کجاست؟ صبح تا حالا پیداش نیست، ممکنه فرار کرده. کی چی رو فرار کرده؟ اون هرچی باشه الان برمیگرده سر میده خوده. جناب سروان من معتقدم تا فرصت از دست نرفته به منزل علی بریم، ممکنه جواهرات اونجا مخفی کرده باشه. شما منزل اونو بلدید؟ بله بلدم. بسیار خوب میریم اونجا، ولی قبلا باید از دادستانی هم اجازه بگیرید. هر کاری قانون اجازه میده انجام بدید. خواهش می‌کنم بفرمایید. بریم دختر بریم. خدا حافظ. به خاک سپردم اینج، امیدوارم بری که بر نگردی. همین بود جعبه جواهرات دختر اربابشو آورده خونه. دزدی کرده دیگه مگه نه؟ مگه دزدی شاخ داره یا دو؟ خدا به دور هیچ کس باور نکرد که علی آقا دزدی بکنه. نه کسی باورش نکرد. خوشبختانه پیدا شد. پسرتون کجاست؟ نمیدونم ولی اون دزد. پس این چجوری اومده تو اتاق شما؟ نمیدونم. فوراً علی رو هر کجا هست دستگیرش کنید. بفرمایید بریم خواهش می‌کنم. لعنت میمونه بیچاره مادرش. باید اساسیشو جمع کنه از اینجا بریم، ولی ما دیگه نمیتونیم اینجا زندگی کنیم. آره منم همین عقیده داره، میگه نمیشه تو این خونه زندگی کنیم. آره دیگه نمیمونه. پس کجایی تو؟ چه؟ اینا دارم واسه کلک درست میکنم. کلک؟ آره جواهرات گوهر خانم گم شده، اون وقت عمه به پلیس میگه علی دزدیده. حالا با مامورین رفتن خونه تو بگردم. ما رو ببین واسه یه لقمه نون حلال داریم واسه کیا کار میکنیم. برم خونه ببینم چه خبره. مکر نکن بوجوم. بله خب برو. نانه گم شد. من مادر یه دزد نیستم. چی میگی ننه؟ منو دزدی؟ اینا همش دروغه، برام توجه کردن. همینم مونده بود که از کمیسری بیان تو خونم مال دزدی در بیارن. هیچ نمیفهمم چی داری میگی. مال دزدی چیه؟ آخه این حرفا کدومه؟ زبون روزه پیش در همسایه آبروم رفت. لا 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 لا، داری کفر منو در میاری. حالا اومدی اینجا چیکار؟ این خونه جای دزد نیست. حاضرم کلفتی بکنم، رخشوری بکنم، اما دیگه حاضر نیستم چشمم تو چشم تو بیفته. برو دیگه، برو دیگه، بیشتر از این تنمو نلرزون، برو. حالا خب بس گریه نکن، قلبت میگیره. بیا این دوای مرضیه است، بهش بده بخوره تا بدتر نشه. مرضیه اگه از بی دوا درمونی بمیره بهتره که با پول دزدی ناخوشش خوب بشه. آخه من که دزدی نکردم، نوکرتم. اگه جرأت داری جلوی اونا آفتابی بشن، دارن در به در دنبالت میکردن که پیدا کنن. من که از هم کلک انداختن خودمو بهشون نشون نمیدم. بیا این کلید ماشینو بگی وقتی اومدن بهشون بده. تن لاشه بی غیرت. خدا شکر. آخه من به کی بگم؟ چه ریختی صاحب؟ علاقه کجایی بابا؟ کجایی سن نسدین، باغ فردوس، زورخونه، درخونگاه، باغچه آستنخان، کافه کریستال، کرامت، جمشید، همه جا رو دنبال زیر رو کردم. الانم داشتم میمونم کافه مشهد، دنبال خوشا دیدمه. چه نیومدی خونه؟ بیا اونجا که کلک دستم بدم. قایم شدن رو نشون ندادن بیشتر از باب دردش داده. دیدی چجوری عمد به من تو اومدم؟ من اصلا اهل دزدیم، تو نمیری لطو بارش میکنم چون هرچی مرده. این حرفا رو نزن خوشگلی، من سلام میدونم فردا صبح بری خونه. سر بیگونه پای دار میره اما گل دار نمیره. این حرفا همه سر مدار واهمه. این هر کاری نکن زشته جونه. چرا باید به این ناچه سامون داد؟ آخه چقدر این کفن کردی، این نشیا رو کفن کردی. بلکن به این روزگار کشمزار میاد. بریم داشتی هیکون، بریم یالا بریم. قلبونه بریم. با اجازه شما بفرمایید. آقا مرزو خان، این گوهر خانم دختر شماست، خیلی هم دوستش دارین، درسته؟ خب معلومه که دوست دارم. من میخوام ببینم این گوهر خانمو بیشتر دوست دارین یه جواهراتشو؟ البته گوهرو. قربون آدم چیز فهم که منم دلم واسه همین میسوزه. آقای مرتضی خانی گوهر عزیز شما یه شب تو بیابون برهود زیر یه تخت گلی روی یه تخت چوبی تنها با من سر کرده، ولی من به چشم نامردی بهش نگاه نکردم. شما که اونجا نبودی، ولی خدای بالا سر بود. مرتضی خان درسته که به قول شما جماعت ما لات و لوتیم، اما رگ غیرت و مردونگی و لوتیگیری را خدا از ما نگرفته. به صد تا اینجا جمشنی ها میارزیم. حالا هر چی دلت میخواد بگو تو برمنده بینیویسم. ببخشین جناب سروان. قربون دهنت، بیا ما چک کنم. بذار ببینم چی میگه. آقا مرسا خودم کردم که لعنت بر خودم باد. آره داشتم، از اول شما این کاره نبودیم. فقط واسه اینکه یه لقمه نون حلال بخوریم و نگن علی نون گردن کلفتیشو میخوره اومدیم شوفر شما شدیم. خب احمد آقا دلت خون شد، ما رو میبرن زندون، ولی زمستون میره روسیایی به زغال میمونه. خب جناب سروان، حالا واسه این کلانتری؟ بله متاسفانه باید بریم کلانتری. میره میریم، اگه بیگناه باشید آزاد میشید. گل گفت. شما برای تکمیل پرونده چند دقیقه دیگه تشریف بیارید. جعفر به ننم بگو علی چند رو رفت مزده بود. خدافظ. خدافظ. الو دمت گرم علی آقا، خیلی نوکرتم. منم نوکرتم، ولی با این اوضاعی که پیش اومده دیگه موندن من تو این خونه سلا نیست. تو هم میخوای منو تنها بذاری؟ گوهر خانم، شما باید اجازه مرخصی ما رو بدی. ممکنه این نامردا یه کلک هم دست ما بدن. کلک چیه؟ تو باید اینجا بمونی تا با هم یه فکری برای نجات علی بکنیم. نه من میرم، ولی یه آدرسی بهت میدم، اگه کاری داشتی یا پیش آمدی براتون اتفاق افتاد میتونی تشریف بیاری اونجا. خیلی خوب، حرفی ندارم، آدرسو بگو. آدرس میام میدون مولوی، میپیچه طرف باغ فردوس، نرسیده به بزرگی سعادت میگی قهوه خونه عباس تکیه رو میخوام، من همیشه پاتوقم اونجاست. ولی با این شکل شمایل یه دفعه نیای اونجا، آبرو من پیشه برای بچه ها میره. پس چجوری بیام؟ یه جوری لباس بپوش که چی؟ که بچه ها خیالی نکنن. خیلی خوب. برپریده، تو اگه دلت خواست تو هم میتونی بیه اونجا منو ببینی. 30 سال 40 سال من بیام دنبال تو؟ خدا اون ته دلت بشنفه. خب خانم ما رفتیم، زد زیاد قربانتون، به سلامت. قربون اون قدم جعفر جون، خیلی ازت ممنونم که اومدی ملاقات من. خب آدمی که حبسه دلش به همه چیزا خوشه دیگه، ازت ممنونم. ایشالله تربیه میشی میره بیرون، زمستون میره رو سیاهیش به زغال میمونه. درست جعفر، ولی نمیدونی آدم کجاش میسوزه وقتی بی خودی حبسی میکشه. چاره چی؟ باز ساخت بالاخره میدونم. جعفر تو میری، من بعد یه عمر زندگی به این نتیجه رسیدم که اگه آدمی زاد یه وجب شاخ داشته باشم بهتر از اینه که 2000 متر دوم داشته باشم. راست خواب بگذاری جعفر جون، یا سر خونه ما بزن، مرزی طفل معصوم مریضه، واسش خیلی دل واپسم. بگو مرتب دواشو بخوره، ای فرصت کردی گای گداری ورش تو شاب دلزینی جایی یه خطوره گردونش بس دلش باش. آره داشت موازه باش کم و کسری چیزی نداشته باشه. من بیرون از اینجا فقط تو رو دارم. خیال تخت باشه، خودم نوکره شاکرتم جعفر. همین الانم میرم خونه مرضیه رو ورش میدارم ببرمش سیمنمو. اجالتا خداحافظ، دوشنبه بازم میام ملاقاتی نوکرتم. قربونت برم جعفر، به سلامت. الهی شکرت روزگار. بودو بری کلا. نه علی شما بیا بریم. نه من میخوام برم خونه حاجت خانم روزه، سینما و اینجور چیزا دیگه از ما گذشته. اختیار داری ننه علی. اما جعفر چیزی بیا بریم دیگه، آخه سینما ما دیر. خیلی خب الان میریم. نه علی این که مولد نمیده، بذار ما اینو برش داریم ببریم. الان ببرم از سینمای. متشکرم. منم از زیاد. من که بارها به تو گفتم با ازدواج تو گوهر 100% موافقم. مادرش هم حرفی نداره، ولی خود گوهر باید در این مورد تصمیم بگیره. متاسفانه من و مادرش تا به حال نتونستیم به این امر راضیش بکنیم. شما میدونین که من چقدر به گوهر خانم علاقه دارم. قطعا گوهر خانمم منو دوست داره، ولی مدت هاست که دچار تردید و دودلی شده. فکر میکنم اگه یک بار دیگه شما باهاش حرف زنین و کمی نصیحتش بکنین سر عقل بیاد و به چاکر افتخار غلامی شما رو بده. بسیار خوب، بازم باهاش حرف میزنم ببینم چی میگه. من که بارها نظرمو به شما گفتم که نه تنها احمدو دوست ندارم بلکه با همه وجود ازش نفرت دارم. راست میگه آقا جون. تو حرف نزن. خیلی خوب. به نظر من احمد جوان جنتلمن و آراسته‌ایه. بدون شک تو داری اشتباه میکنی دخترم. اشتباه میکنم یا نمیکنم این به زندگی خود من مربوطه. شما نمیتونین به زور منو وادار کنین که زن احمد بشم. راست میگه آقا جون. تو حرف نزن. خیلی خوب. پدر که بد دخترشو نمیخواد. من مصلحت میدونم که تو زن احمد بشی. اگه سر منم ببری نمیشم. راست میگه آقا جون. تو حرف نزن. خیلی خوب. ببین گوهر، من پدر تو هستم. سالهای سال زحمت کشیدم تا تونستم این خونه رو برای تو مثل بهشت درست بکنم. حالا میخوای به حرف من توجه نکنی؟ کدوم زحمت؟ نزول خوری یا به ادعای خودت صرافی کار پر زحمتیه؟ از این گذشته شما اسم این دوزخ رو بهشت میذاری؟ دوزخ؟ بله، این خونه برخلاف تصور شما نه تنها بهشت نیست بلکه دوزخه. تو هم مالک دوزخی. راست میگه آقا جون. تو حرف نزن. خیلی خوب. سر صغیر و کبیر و کلا گذاشتم. فردا باید لگد به سینه گور بکوبم و تا اون پس بدم. اون وقت تو نه تنها به خواسته من توجه نداری، تازه زخم زبونم به میزنی. من جز حقیقت حرف دیگه ای نزد. راست میگه آقا جون. تو حرف نزن. خیلی با تمام این احوال من دستور میدم که زن احمد بشی. در غیر این صورت وادارت میکنم. احمد راست میگفت که این پسره دوست حواست تو رو پرت کرده. دوست به کی میگی؟ علی رو میگم. علی؟ بله. علی دوستی نکرده. دوست اون آدمیه که با بی‌شرفی و شارلاتانی میخواد خودشو به آب و علفی برسونه. دوست اون آدمیه که با تهمت برای دیگرون پاپوش میدوزه. واقعا دلم برای شما میسوزه که چشم بسته آلت دست یه شیاده ها قباس شدی. راست میگه آقا جون. وای! تو حرف نزن. خیلی خوب. در هر حال من آخرین حرفمو به شما زدم. دیگه هم حاضر نیستم در این مورد کوچکترین بحثی بکنم. گوهر! 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 راست میگه آقا جون. بله دیگه راست. برو بیرون! خانم میگردم. سلام خانم. سلام. پرسون خونه شما رو پیدا کردم. بیا سوار. نه اومدم پیش شما درخواست کنم یه کاری بکنید علی از حبس آزاد بشه. به خدا بچم بیگناهه، اصلا روحش از این چیزا خبر نداره. خوبم میدونم. پس یه کاری بکنید ولش کنن. به خدا شب تا صبح زانوی من تو بغلم و گریه میکنم. امروز اینجا فردا صحرای قیامت دامنتون رو میگیرم. گوهر خانم علی منو نجات بدید. محض رضای خدا علی رو نجات بدید. دست شما رو میپوسم، پای شما رو میپوسم. خانم خواهش میکنم این کارو نکنید. من پسرم از شما میخوام. بچه منو به من برگردونید. گریه نکن. فعلا من شما رو به خونه میرسونم. قول میدم به هر شکلی شده تو فردا علی رو از زندون آزاد کن. خدا عوضت بده. خدا دلتو خوش کنه. درو ببند. ناراحت نباش مادر، خدا بزرگه. پدر من حاضرم زن احمد بشم. به شرط اینکه رضایت بدین تو علی از این آزاد بشه. تو به چه دلیل از یک دوست حمایت میکنی؟ علی نه دوستی کرده. از طرفی من به مادرش قول دادم اگه دلم میخواد که زن احمد بشم باید علی از زندون آزاد بشه. خیلی خوب دخترم، فردا اول وقت رضایت میدم علی آزاد بشه، ولی تو هم باید اجازه بدی پس فردا که شب جمعه جشن اخوانون تو احمد رو برپا کنیم. حرفی ندارم. از شما به خاطر نجات علی تشکر میکنم. پس بریم خودت به مادرت هم بگو. بریم. بالاخره گوهر موافقت کرد که زن من بشه. حالا دیگه به سهولت میتونم صاحب ثروت بادآورده‌ای مرتضی خان بشم. تبریک عرض میکنم. متشکرم. ولی گوهر به این شرط حاضر شده با من عروسی کنه که مرتضی خان رضایت بده علی از زندان آزاد بشه. اگه اون آزاد بشه بدون شک مزاحم ما میشه. شما کی عروسی میکنید؟ شب همین جمعه که پس فردا شب باشه. علی کی آزاد میشه؟ فردا. و من به خاطر اینکه علی در صورت آزادی نتونه مزاحممون بشه یه نقشه کشیدم. چه نقشه‌ای؟ روز پنجشنبه یکی دو ساعت قبل از اجرای مراسم عقدکنون یکی از شما میرین در خونه علی. به مادر علی میگین علی پیغام داده که شما رو ببرم مثلا فلان جا. اون ساده است. حرف شما رو باور بکنه و همراهتون میاد. وقت بقیهش با من. میگه آقا دو نیزه دو بازو دو مرد دلیل، یکی ازدها و دگر نرسیل. یل سیستون پنجه در کمر سخرو گرفت و زوزد. حالا نزن کی بزن، هی زوزد و زوزد و زوزد، اما نتیجه نگرفت. دست دیگر را اهرم با گریبان سهراب بیجان کرد، اما فایده نبخشید. دیگر جهان پهلوان به جان آمده بود و نمیدانست کنند. بفرمایید اگه بیاید تو این آخه یه فرمی بود که نمیشد، بردمش تو باغچه. خیلی خب من میرم پولادینش کشتم را از بفرمایید بیست قانون هستن. خیلی خوب جنب پروازنان به هوا رفت. دیگر تلاش سودی نداشت و یگان پهلوان نومور جهان یل سیستان مغلوب شده بود. پسر پدر را نقش برشد. فرمایید کلسمش سلام سلام. اینجا اومدی چیکار؟ منو گوهر خانم فرستاده، قراره آقا رضایت بده و علی از زندون آزاد قربونو دهنت برم. بی ما چیکار؟ با خاک عالم خجالت بکش. همه مردم بعضی حواس که باشه آدم نمیگیره که ایسته چله جال ماشالله. خب که رضایت میده فردا گوهر خانم یه کاغذ نوشته گفته بدم به تو که برسونی به علی. ای به چشم. فردا اول وقت میرم دم زندون، وقتی علی مرخص میشه میرم اونو میبینم. بیار خوش اوسس کن بیارم یه لونه تمیز بده من. حالا که بدن از تمیز داده جا با بهش بدن اش بدن یه حولم بده بهش بله بله گولن میاخو بخش اوماله اومدم شاکرتم. اومدم دم در زندون گفتم مرخص شدی، اومدم خونه ننت گفت رفتی همون. الهی 100,000 مرتبه شکره. دنیاست دیگه میچرخه. میدونستم امرو مرخص میشی. من کجا میدونستی؟ دیرو فاتی اومده بود دم در قهوه خونه بهم گفتش که گوهر خانم مرتضی خانم وادار کرده اسم گوهر پیش من نیار تو نمیری دیوونه میشم. همینجاست که تو اشتباه میکنی. اون طفل معصوم هیچ گناهی نداره. طفل معصوم؟ آره با اون توی مدت برای نجات تو خیلی زحمت کشیده، خودشو به هر آباتیشی زده، اما هر نشتایی که میکشید اما همروشو بهش میده. لا 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 چی میخوای بگو؟ دهن منو وا نکن اینجا واسه بعده. هیچی دیرو فاتی اومده بود قهوه خونه یه کاغذم داد گفت بدمش به تو. میگو گوهر خانم نوشته. راحت کن بدونم بگی. سلام علی جون، خوشحالم از اینکه بالاخره از زندان آزاد شد. علی جون من تو را از زندان آزاد کردم، فردا عصر عقد کنون منی، حالا نوبت تویی که من از زندان آزاد کنی. گوهر علی قد رفتی تو فکر بایی چی نوشته؟ گوهر نوشته که فردا عصر قراره به عقد احمد در بیاد، همه کمک خواسته. کنون آره یه فرکی بکن. میدونستم بالاخره گذار پوست به جب با خونه میافته. نه داشت ما اهلش نیستی علی. دور از جوون مردی و لوتی گیریه که توی همچین موقعی به این زبون بسته کمک نکنه. بیا از خرشه تو بیادشی رین تن حسنی ما پرتقالی متولده. خیلی خوب رین تن. ببین جعفر تو فردا به یه هوایی با کمک گوهر برو تو مجلس اخونه، اما یاد باشه چند تا برای بچه‌هام با خودت ببر که تن نباشه. ببین تو خودت چیکار میکنی؟ من دوز زبلیه، تازه حسنم پیششونه. خب پس اگه شناسم بریم. آره من دفعه اوله رو که میبینمشون. خب بچه خدافظ. خدافظ، خوش اومدین. خیلی مواظب باشین. بچه شیرینی عروسی رو واسه ما بیارین. بله خب. باشه بچه‌ها، سلام. اونجا چشچر نکنید. حواستون به ما باشه. بریم بچه‌ها. سلام رئیس. سلام رئیس. از همتون ممنونم. ان شاء الله زحمات همگی رو جبران بکنید. چه خبر؟ دو سه دقیقه دیگه کار عقد تموم میشه و اون وقت من میدونم اون ثروت بی حساب مرتضی خان. بریم جلوی سالن کوچیکه، پشت اون دیوار، همونجا مواظب باشین. باشه که همه چیز بر وفق مراده. بریم. زود باشین. گرشو میذاریم. بچه ها طرفاتون رو شناختیم. آره خیلی خوب، حالا باید منتظر بشیم ببینیم چی پیش میاد. جعفر آقا ما همه نوکر علی آقاییم، چاکرشیم، خاک زیر پاشیم. جعفر جنی هم همینطور. جعفر جنی صدا کجا؟ مثل که صدا این توه. مرزیه کجایی؟ این توه؟ ای بو خدا کنه صبایی چش روش باشه. بچه خفه میشه اردو. خیلی خوب، یه خود زبون بده هم بگی با کردم. اونجا چیکار میکردی؟ این چه ریختیه؟ چرا سیاه شدی؟ این دوستا به ما بردن توی زیر زمین قایم کردن. چی میگی؟ کدوم زیر زمین؟ تو اونجا رو بلدی؟ آره، وقتی ما رو با ماشین میبردن من خوب خیابونا رو نگاه کردم. اگه از طرف خونه خودمون بریم من اونجا رو خوب بلدم. بیا بریم عمو جعفر. خیلی خوب، من میرم اونجا، شما هم همین دور و برام مواظب باشید. نه من خودم تنها میرم. عجب لطایی پیدا میشن. عروس خانم، برای سومین بار سوال میکنم. خانم گوهر خانم، اجازه میفرمایید شما را به عقد دائم و نکاح قائم آقای احمد شمشادزاده فرزند مرحوم تقیخان در بیاورم؟ وکیلم خانم، وکیلم. بگو وکیل نمیگه من نخواهدم گفت. یعنی که تو این خونه چه خبره؟ مای تو روزنامه آگهی نکرده بودیم هر واخه. تو با اجازه کی اومد اینجا؟ با اجازه خدا. خوبه؟ میتونم از شما یه خواهشی بکنم؟ بله حرفتو بزن. نه اینجا خوب نیست. اگه بگم بیای تو اتاق میای؟ نمیترسی؟ شوپس علی بی غم و ترس بزن بریم. خیلی خوب. آب بزن. افتاد. بله بیارش. گوشی رو داشته باشین تا صداش کنم. نه علی. بله بیا اینجا. بیا آبجی، بیا با پسرت حرف بزن. بیا. نه اینجوری. علی جون با مادرت حرف بزن. با مادرم؟ مای کجا؟ حرف بزن. نه علی حالت خوبه مادر؟ نه تو کجایی؟ من بهت میگم کجاست. ببین اون الان تو دست منه. نه کس بیمعرفت چه دست گلی باب داری؟ یاد حرف بزن. اگه سر صدا نکنی و بذاری که این عروسی صورت بگیره بعد از عقد دستور میدم آزادش کنن. در غیر این صورت دیگه هیچ وقت مادرتو نمیبینی. تصمیم بگیر. لعنت بر شیطون. مجبورت نشین. بپر کنیم مطمئنی همینجا درشون که بستن. چیکار کنی؟ یه لبه اینجا قلاب بگیم. کجا؟ اینجا بپر برای بالا. کاش کپشاتو در میوردی الان کتم تطیب میشه. پاتو رو شب کن نزدو پاکش میکنی دیگه. دو نفر اونجا میشه. من برم در رو باز کنم. خیلی خوب و یه سری واسه اینا بزنم ببینم چی کار می‌کنه. خیلی خب برو. من اینجا مواظبتم. خیلی خوب. بده کوتاه در بیارم بیشتر از این خراب نشه. بندازی شما. اینم دختره تو حالا شدی این آلولوی سر خر من. یو علی. همینجا بسته. کی میگفت تسکی خالی تو شهری؟ بفرما. قایم برو. با عرض معذرت آقا میتونیم مجددا شروع کنیم. تو شیزه عاقله کامله بالغه. چه خورده تندتر بریم. آروم باش. آقای تاکسی خودت تندتر. برای آخرین بار سوال میکنم گوهر خانم. آقای تاکسی لطفا یه خورده تندتر. اجازه دارم شما را به عقد دادش وکیلم شما را به عقد آقای احمد شمشادزاده فرزند تقیخان در بیاورم. حاجب بگو بله دیگه. من که گفتم نمیگم. تو چه میگی؟ بازم که مزاحم شدی؟ مگه قرارمون یادت رفته؟ تو مادرت هم دوست نداری؟ چرا؟ دوست داره، خیلی هم دوست داره. قربت علی. فوراً برید بیرون. اگه نریم اون وقت مجبورتون میکنم. چیکار میکنی؟ بیرون اینو میکشم. نیاله تو حالا از اومدی هفتیر میکشی و بکنیم نه بابا نرو جا هر کاری راه داره یواش نبود اگه مساهم بشی شلک میکنم. من باید همراه من بیا یلا فرار را بیافت ولی آخه خدای کمک اصلاحات بینازین آبا علی آقا دستم بدام طرف برد چرا نیای بچه این بچه یه نیچه دنبال من بیه بچه ها دور باشه اینا چه بگیر موضوع باش تا ما ماشین رو روشن کنم جالا نه یه آب چشتون بکنم آتیش کن برا بزن بارو بینم دیگه جالا نه یه میکاشم اتون بچه شما برید سوار اون ماشین بیشین دنبال ما بیا یالا شما به پلیس خبر بدید علیه قوت برا بیا بر بالا داشتی منی شما میگیشتی بجم بریم عجله نکن، خاطر جمع باشی، هیچ جا نمیتونم برم. داره دخترمو خفه میکنه، این چه وضعیه؟ درجه درد نکن. جان زورت میدم که بهت چه کنم دوچار بشی. عمو بهت نمیدم، پوشو دسته بالا بیام کلو، پوشو کلانتری منتظرتون. سوارشون کن بریم کلانتری، یالا زود باشه، به جنبه زود باشه. رئیس دزداینه. ای پسرای نه. جناب سربان، از اینکه به موقع رسیدین خیلی از شما تشکر میکنم. خواهش میکنم هر کاری قانون میگه همون کارو بکنید. مطمئن باشین، بیافتین جلو. لطفا شما هم با ما. اگر اجازه بدید من با اتومبیل خودم خدمتتون میام. ایبی نداره. یالا بریم. نذارین بری. علی خواهش میکنم وایسا، باید کار دارم. با ما کاری داشتی؟ آره، شما نباید از پیش ما برید. خونه ما خونه خودتونه. تعارف شابدالعزیمی نکن، ما دیگه بلگ تو رو نمیخوریم. اون رو که به هم تهمت زدین و به ناحق ما را انداختین کنج زندون، همه جا پر بود از گل برگ. اما حالا میبینی دیگه، 4 ماه حبسیه بی خوده کشیدیم. مروتتو شک بشه. عیبی نداره. چی رو عیبی نداره؟ ببین علی، چی رو ببین علی، درسته که ما گرگ بارون دیده ایم، درسته که ما بچه پایینیم، ولی به جون هرچی مرده، هر روزی که تو خشت افتادیم دونسته به کسی بدی نکردیم. ایشالا تا وقتی هم که تو لحد میندازنمون مردی و مردونگیری گم نمی کنیم. اما آی مرتضی خان، شما با همه پول و ثروتتون خیلی عوضی هستید. آی گلبول دهنت، بیارم کن بینم جفت حرف استام اینا چیه؟ باش که چیزی نی. گوش کن علی، گوش اعمال تو. من میدونم تو به گوهر و گوهرم به تو علاقه منده. خب اگه دلت بخواد میتونیم با هم عروسی کنیم. من اصلا حرفی ندارم. عروسی؟ من با گوهر خانوم؟ برو با ولمون کن رئیس، ما نیستیم. نفهمیدم چرا؟ مگه چه اشکالی داره؟ خیلی اشکالات داره، خیلی. اولندش اون مناسب حال ما و لقمه ما نیست. دومندش آق مرزا خان شما با این تشخص واسهتون خوب نی دخترتون زن یک بچهای باغ فردوس بشه. ولی عشق و علاقه این چیزا سرش نمیشه. از طرفی مگه تو چی بیداری؟ من افتخار میکنم که دخترمو به جوان مردی مثل تو بدم. قبول کن. چرا قبول کنم؟ تو ما استاله داری جواب بدی. خانم خاطرخواه دختر خوبیه. تمام مدتی که تو حبس بودی اون خوراکش اشک و آب بود. ما بیمیریم خاطرخواه. تو بیمیری این بیمیره. آره. ای بابا یه خال چه آوردی؟ پس تو داری چک بسته ما رو بال میدی تو تله. باشه مهد خاطر ما برو تو قفس برو. آقا مرسا خان اگه من با گوهر خانوم عروسی میکنم فقط واسه خاطر خوشه، فقط واسه خاطر صفای باطنشه. اما یه چیز دیگه هم بهت بگم، این عروسی یه شرط داره. ما دوست داریم عروسی تو خونه خودمون برگزار بشه، تو همون خونه فسقلی، میونه همون بچه معلمون، با رسم و رسومات خودمون. منم یه حرفی دارم. اگه اجازه بدیم ما با این ورپریده همونجوری که علی آقا گفت عروسی میکنیم. خانوم خودش چی میگه؟ اون منو با یه ده 6 دنگ هم عوض نمیکنه. آره فاتی تو جعفر با یه ده 6 دنگ عوض نمیکنی؟ بله. آره مریم جون کی حوصله ده و ده داری؟ منم حرفی ندارم. ان شاءالله مبارکتون باشه. Come on.